اگر در فضای مجازی در این روزها پرسه میزنید، بدون شک این تصویر کوتاه سیلی خوردن سردار عابدین خرم که در مراسم معارفه برای استاندار شدن مشغول سخنرانی بود را دیده اید. سرداری که چندی پیش همسرش خانم ناهید حسین پور هیکل‌آباد در فروشگاهی کارت آبربانک خود را جا می‌گذارد و باز هم در شبکه‌های اجتماعی اسم و عکس و تصویر آبربانک او با موجودی 67 هزار میلیارد تومان سوژه داغ رسانه ها می شود. قیمت خود سردار سپاه 57 میلیون دلار که به عبارت دلار 28 هزار تومانی می شود این رقم. 1.596 میلیارد به تومان. اضافه کنید مبلغ موجودی همسر نازنینش که جمع این دو رقم می شود 1.663 میلیارد تومان. البته خواندن این ارقام را می‌گذاریم به عهده خودتان تا زحمت درست خواندنش را هم مرحمت فرمایید. رقم‌هایی که برای جامعه 85 میلیونی ایران از دهک پایین گرفته تا دهک بالا دیدن و خواندنش اعجاب‌آور است. گرچه رسانه‌های حکومتی به محض افشای هویت همسر سردار شروع به انکار و حاشا کردن موضوع کردند، اما کار از کار گذشته بود. و حتی با وجود ادعای سردار که این خانم همسر من نیست، توطئه مربوط را حاصل تلاش استکبار جهانی دانست. ما امیدواریم که استکبار جهانی گهگاهی به توطئه لطف کند و از این ارقام نجومی اشتباهاً حساب مردم فقیر ایران را شارژ کند. روزنامه جمهوری اسلامی هم در تیتر خود نوشت سپاه پاسداران از آن زمان سیلی خورد که خود را درگیر بنگاه‌های اقتصادی نمود و غیر مستقیم منظورش را رساند که سپاه پاسداران دستش در جیب سوراخ ملت است و رضایت نمی‌دهد که نان خالی هم بر سفره ایرانی قاطق مردم شود. آقای احمدی نژاد فریروز پس فریروز بود ساحل دیر یه صحبتی داشتن، نمیدونم شنیدید یا نه، یه ماجرایی را از قطر تعریف میکردن، امیر قطر. اونایی که توسط داعش اسیر شده بودن همشهریای من بودن، سپاه آشورا، سپاه سید و شهدای لشکر شهدای آذربایجان غربی، اینا بچه‌هاشون اسیر شده بودن، اما راننده اتوبوسه اینا رو برده بود تحویل داده بود، اسیر شده بودن. در این حیث و بیس احمدی نژادم که سفیر صلح در امارات شده بود و رفته بود تا کمی دنیای هنر را تجربه کند، عرض کرد که بنده شخصا همین سردار را که سیلی خورده از اسارت داعش به مبلغ 57 میلیون دلار آزاد نمودم و این جانب طبق مدارک موجود از اینها منظورش سپاهی است، طلبکارم و انتظار دارم در این سیلی زدن و خوردن ها اسمی از ما هم برده شود. دانشمندان هنوز این ادعای احمدی نژاد را کالبد شکافی نکردند، اما حدس و گمان می رود که او دارد تلاش می کند در هر کوی و برزن خود را مردمی نشان دهد و بگوید من هم اپوزیسیون این نظام ولایی هستم. القصه سردار سیلی خور این سیلی انقلابی را در حضور سردار سابق و وزیر کشور فعلی نوشجان کردند که در نسخی فرموده بودند تمام مشکلات کشور با کم شدن گناه از بین می رود. گناهی که از همان آغاز 57 مردم ایران هر روز در حال انجام آن هستند و جمهوری اسلامی آمد تا بار گناهان را کمتر و کمتر کند. بررسی کارتل ها و مافیای سپاه در همه امور اقتصادی کشور دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. فقط کافیست کمی صبر کنید، مدیر قدیم برود و مدیر جدید بیاید و لیست بلند بالایی از دل دزدی‌های قبلی را افشا کند و مردم هم همچنان تماشاگر استادیوم بازی جمهوری اسلامی‌اند و حیران ماندند که باید
کدام را تشویق کنند و به کدام تیم فحش دهند. به هر حال آرز کردن بر کسی عیب شمرده نمی شود. لذا ما آرزو می کنیم یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم، آبربان که تمام مردم ایران اعم از دهک پایینی و بالایی رقمهای شبیه رقم ناهید خانوم در حسابشان باشد و اصلا هم مهم نیست که سردار آبدین خرم ادعا کند که ما همسرش نیستیم یا هستیم یا بعدن می شویم. اصلا ادعای شرعی سردار مهم نیست. مهم آن عددی است که از بس صفر دارد آدم خوشش نمیآید دائم نگاهش کند. البته قبلش باید یکی بیاید ما ملت ایران را توجیه کند که این اعداد در خانواده ریاضیات به چه نامی خوانده می شود. بیلیارد، تریلیارد، میلیارد، چیچیارد. اصلا ولش کنید. شما خوبید؟ حال دل همتان خوب است؟ اگر خوب است، آن رقم‌ها را بیخیال شوید. همین که خوبید، خوب است. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران، واسه این که خسته نشیم بار من خشت بذارم.